خب و اما وضعیت گرانی در ایران، یه موقعی بود که آمار بیکاری رو رصد می‌کردیم، رده‌های سنی، تجرد و تأهل بیکاران، وضعیت زنان سرپرست خانوار و غیره و غیره و غیره. حالا با آمارهایی که خود حضرات حکومتی منتشر می‌کنند، شاغلم که باشی نمی‌تونی از پس خرج زندگی بر بیای. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تأکید کرده است که صرف برخورداری از شغل در مناطق روستایی به احتمال زیاد می‌تواند باعث خروج از فقر شود، اما در مناطق شهری بی تأثیر است. کارم که داشته باشی بی تأثیره که تو از فقر نجات پیدا کنی. چرا؟ چون خرج زندگی اینقدر گرون شده که با این حقوق و این درآمدها دیگه نمیشه زندگی کرد. در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، اقتصاددان و استاد ما در بریتانیا. آقای منصور خوش آمدید به امشب صفحه آخر. آقای دکتر منصور، تورم در ایران که حاصل مستقیمش گرانی است، مدام در حال افزایش، در واقع غیر قابل کنترل، و مدام پولی که تو دست مردم بی‌ارزش‌تر میشه. طبق آمار رسمی پارسال مردم میتونستن حداقل دو برابر این چیزی که الان میخوان با همین پولی که امروز دستشونه بخرن. و علت این تورم مهار نشدنی و این گرانی چیست که هیچ کس نمیتونه باش در واقع روبرو بشه؟ بله، عرض درود به شما، به همکاران گرامی، به همه بینندگان ارجمند برنامه. جناب فلاحی عزیز، ببینید، مسئله‌ای که از اون روز نخست جمهوری اسلامی تا کنون به صورت مزمن در آمده مقوله تورم، در نتیجه باید دریافت که این چرا به چه انگیزه هایی داره. ببینید، تورم امر طبیعی و نازل شده از آسمان نیست. تورم به دست بانک مرکزی انجام میگیره. بانک مرکزی با نظام بانکی زیر مجموعش تورم رو میسازه. برای ساختن این تورم راه‌هایی وجود داره، اهرم‌هایی وجود داره و انگیزه‌هایی وجود داره. وقتی اینها شناخته بشود، معلوم می‌شود که تورم امری عارضی نیست. تورم امری است مصنوع و با علت‌های معینی به نظام تحمیل می‌شود، به جامعه تحمیل می‌شود. و من این علت چیه؟ ببینید، تورم اینجا این آغاز می شود که بانک مرکزی بیش از تناسب لازم برای گرداندن کالاها و خدمات در نظام پول چاپ می کند و به نظام بانکی زیر مجموعه خود اجازه می ده که اونا تولید به اصطلاح نقدینگی بکنند. وارد این نسبتاش نمیشم، بارها گفته و نوشته شده، ولی قضیه به صورت خیلی ساده اینه که بانک مرکزی پول رو ایجاد میکنه. در برابر هر واحد پولی که بانک مرکزی صادر میکنه، نظام بانکی زیر مجموعه در حدود 7.5 واحد نقدینگی تولید میکنه. در نتیجه مجموعه نقدینگی به حرکت در میاد، میچرخه. در این چرخش سرعت گردشه، این پول هم بهش ضرب میشه، مجموعه نقدینگی در گردش رو فراهم میاره. اما انگیزه های عمده این که یک دستگاه دولتی تورم رو میسازه، به ویژه در نظامی که در اونجا بانک مرکزی استقلال نداره و در واقع اداره ای از ادارات دولتی است. های دکتر، خیلی خیلی عذر میخوام، برای اینکه هر مرحله که فرمایشات شما برای افرادی مثل من کاملا روشن بشه. این نقدینگی کجاست؟ این نقدینگی رو که به وجود میاره بانک مرکزی، تو دست مردمه، تو بازار کجاست؟ نقدینگی اونی که به صورت پوله، یعنی اسکناس و سکه است، در بانک مرکزی است. از بانک مرکزی میرود به بانک های زیر مجموعه اونجا. در اونجا در حساب‌های بانک‌های زیر مجموعه می‌نشینه. بانک‌ها به استناد این پول اعتبار و وام تولید می‌کنن. این وام و اعتبار درست است که برای هر اعتبار گیرنده شکل اسکناس می‌تونه داشته باشه، ولی در مجموع شکل اسکناس نداره. برای اینکه مجموعه اعتبارات رو جمع بکنید، در
نظام ایران حدود 8 برابر اسکناس‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی است. اینا در حساب دارندگان حساب‌های بانکی، اما از حساب جاری، حساب‌های پسنداز، حساب‌های کوتاه مدت یا دراز مدت می‌نشینه. در نتیجه نقدینگی در واقع به دارندگان حساب‌ها، اما از این که دولتی باشن یا خصوصی باشن، تعلق میگیره. این مجموعه نقدینگی است. بفرمایید. در برابر این نقدینگی، خب در جامعه، در نظام اقتصادی، حجمی از کالاها و خدمات تولید میشود که این پولها در واقع به تعقیب کالاها و خدمات میپردازن. در نتیجه وقتی حجم پولی که دنبال کالا و خدمت میگردد بیشتر بشود، قیمت اون کالا، قیمت اون خدمت گرانتر میشود. این گرانی سبب میشود که قدرت خرید پول کاهش پیدا بکنه. خب این پدیده یک طرفش فنی است، ولی یک طرفش سیاسی و عمدی است. من فقط اجازه بدین سرفصل اینا رو خدمتتون عرض کنم تا ببینیم که موضوع چیه. ببینید، دولت از یک سو، شما در همین بودجه، من وارد ارقام نشم برای وقت محدوده، در برابر حدود 1000 تریلیون تومان تقریبی عرض میکنم درآمدهای جاری، نصف اون رو کسری داره. اون نصفی کسری نداره از طریق مالیات ها و درآمد نفت اینا تامین میکنه. اون یک کسری داره از بانک مرکزی یا از نظام بانکی تامین میکنه. یعنی اینکه اسکناس زیادی رو چاپ میکنه، نقدینگی زیادی رو تولید میکنه. نتیجه اینکه از این رهگذر هزینه های بودجه خودشو تامین میکنه، یعنی به جای اینکه مالیات بگیرد، مالیات غیر مستقیم، غیر مجوز، به قول آقای فردمن، بدون مجوز قانونی، بدون قانون بودجه، از همه مردم مالیات میگیره. در نتیجه به فقر مردم منتهی میشه. این کسری بودجه رو دولت میتونه از بانک مرکزی بگیره یا از بانک‌های تجاری بگیره. این بانک‌های تجاری چون باید وثیقه بپردازن به بانک مرکزی، وقتی طلبکار دولت میشن و دولت اینها رو نمیپردازه، وثیقه رو نمیپردازن. یعنی اینکه دولت در واقع این پول رو به صورت غیر مستقیم از بانک مرکزی بیرون بکشه. یعنی هر واحد پولی که جا هزینه میشه از بانک مرکزی، ایجاد تورم میکنه با یک ضریب تقریبا 8. هر واحد پولی 8 برابر اسکناسی خودش ایجاد نقدینگی میکنه. ولی عرض کنم این پولایی که دولت هزینه میکنه یک بار هزینه نمیشن. ملاحظه بفرمایید، دولت از هر روز هزینه میکنه، هر ماه حقوق میپردازه. دولت در ایران به 9 میلیون نفر حقوق میپردازه، حدود 4.5 میلیون نفر شاغل، حدود 4.5 میلیون نفر بازنشسته. ولی چون این هزینه ها را با پول متورم شده میپردازد، هر ماه بین 4 تا 5% کمتر میپردازه به گیرنده پول. یعنی به جای اینکه 1000 تومان بپردازه، هر ماه حدود 950 تومان میپردازه. ماه بعدی دوباره 5% کمتر، ماه بعدی دوباره 5% کمتر. در نتیجه این از جیب گیرنده حقوق کسر میشود، گیرنده اون درآمد کسر میشود. هزینه های دولت هم اینطوریست. شما بودجه نگاه کنید، هزینه های دولت باید انجام بده، چون در طی سال انجام میده، با پول متورم انجام میده. در نتیجه اگر شما فقط مثلا 1000 میلیارد تومان قرار هزینه بکنید، چون این رو با پولی که هر ماه و هر روز قدرت خریدش کمتر میده انجام میدید، در پایان سال که نگاه میکنید میبینه که به جای 1000 میلیارد تومان حدود 700 میلیارد تومان در واقع با پول قدرت داره، قدرت خرید ثابت هزینه کردید. در نتیجه هزینه های دولت رو کم میکنه، ولی دولت درآمدهاش چگونه وصول میکنه؟ درآمدهای دولت مثلا درآمد مالیاتی رقم ثابتی نیست، به صورت درصد وصول میشه. یعنی شما از سودتون 20%، 15% باید مالیات بپردازید. در نتیجه چون با تورم نرخ سودش و مقدار سودش هم بالا میره، وصولی دولت افزایش پیدا میکنه. در نتیجه برنده این تورم
دولته. آخرین نکته از کنم، نکات زیاده و اونی که ببینید مهمترین فونکسیون تورم این است که تورم بدهی شما رو میخوره، آب میکنه. شمایی که 3,000 تریلیون تومان بدهکارید، یعنی بدهی دولت ایران طبق آماری که یک ماه پیش داده شده، مجموعه بدهی دولت و شرکت های دولتی به 3,000 تریلیون تومان یعنی 3 کاتریلیون تومان بالغ می شود. اگه قرار بشه دولت اینو بپردازه، دولت هر سال 50% این رو از طریق تورم می خوره. یعنی سالانه 1,000 میلیارد تومان از بدهی خودش کم میکنه. این بزرگترین منبع درآمدی دولته، یعنی خوردن و ترسودن و از بین بردن بدهی دولتی که تورم انجام میده. در نتیجه این برندگی عمدی دولت از تورم گرده مردم رو میشکنه، برای تحمیل میشه، کمرشون رو خم میکنه و در واقع این هدفهای سیاسی را نیز دنبال میکنه، برای اینکه مردم رو از اندیشیدن به اندیشه های آزادی و متعالی محروم بکنه، دستشون رو کوتاه کنه، فقط به فکر معاش باشن. به این ترتیب این قضیه زمینی که تورم میتواند خیلی هم موارد به صورت خودکار در بیاد، ولی پشت قضیه حکمتی وجود داره که عمدی است و این عمد رو دولت با بردم انجام بده. آقای دکتر منصور، پایین بالا رفتن نرخ ارز هم به محض اینکه دلار بالا میره قیمت رو میره بالا، یه خورده میاد پایین قیمت رو، یه خورده ممکنه بیاد پایین، یه خورده البته در سقفی که میدونیم هیچ وقت پایین تر نمیاد، این نرخ ارز رو هم بانک مرکزی تعیین میکنه که الان 51,000 تومانه. ببینید این به نظر خود شما رسیده، من آخرین مقاله که نوشتم به عنوان دلار سرکش در دل اقتصاد ایران، یکی از اهرم‌های بسیار نیرومند برای محروم کردن جامعه از ثروت‌های خودش و اختصاص دادن این ثروت‌ها به اقلیت‌های خودی، تعیین نرخ ارزهای دوگانه بوده. این نرخ ارزهای دوگانه در دهه اول انقلاب که هنوز فساد به این اندازه نبود و ساده اندیشی چه بسا غلبه داشت به فساد، در اونجا به نیت کنترل قیمت واردات انجام می گرفت. نتیجه این شه، مثلا در همون 10 سال، آمار اینها رو من به دقت نوشتم، در اون 10 سال انقلاب که دولت درآمدهای ارزی رو با همون قیمت 7 تومان برای 1 دلار، بعضی وقتا تا 6 تومان هم دادن، 6 تومان برای دلار تا 10 تومان برای 1 دلار در اختیار وارد کنندگان خودی قرار میدادن. این کالای وارد شده در داخل کشور به چه قیمتی فروخته میشد؟ قیمتا در این 10 سال 7.5 برابر شده. یعنی چون مکانیزمی برای نظارت بر این امر وجود نداشت که این دلارهای اختصاصی با همون قیمت 7 تومان در بازار عرضه بشوند، 7 تومان گرفته شده، به 70 تومان در بازار فروخته شده و این به جیب وارد کنندگان رفته. این در اون 10 سال اوله. ولی بعد از اون شما ملاحظه بفرمید، وقتی امروز در این 44 سال قیمت دلار حدود 5500 برابر شده، در اینجاها ما با نرخ ارزهای بسیار متعدد روبرو بودیم. در یه شرایطی ما 18 نرخ ارز داشتیم و این عملا تقسیم کننده این ثروت به اصطلاح رانتی به گروه های معینی از حاکمیت تازه به قدرت رسیده بود. فقط در سال 1380 تا 1399، یعنی در اون 18 سال، طبق آمار رسمی بانک مرکزی 282 میلیارد دلار در بازار تزریق شده، باز به همین علت که میخواهیم قیمتا رو کنترل کنیم، در حالی که قیمتا در این مدت چندین 10 برابر شده است. ملزم فرمید، در نتیجه این مکانیزم وقتی جا افتاد، هواداران و مدافعان بسیار نیرومند پیدا می کند که اینها بدل میشن به مافیا، که اینها
جلوی حتی اقدام دولتی که بخواهد خلاف این انجام بده میگیرن. کدوم قدرت ایران در ایران میتواند امروز نرخ ارز رو یگانه بکند و برای ارز بازار ارز پدید بیاره که دارنده ارز در بازار بفروشه، خریدار ارز در بازار بخره؟ نرخ ارز رو دولت میگذاره، منتها با نرخ‌های چندگانه. امروز ما به جای نرخ 4200 آقای جهانگیری نرخ دوباره نیمایی 28500 تومانی داریم، در حالی که نرخ ارز در بازار بالای 50000 تومانه. اون بقیه دوباره رانتی است که توزیع می شود بین گروه های خودی دریافت کننده این ارزهای رسمی. آقای دکتر منصور، این بالای 50000 تومان اون چیزی که در واقع تعیین کننده قیمت مواد خوراکی تو خیابونا و تو کوچه و بازاره، کالاهای مصرفی مردمه، در واقع نرخ ارز تو بازاره همین بالای 50000 تومانه. اینو کی تعیین میکنه؟ نرخ رو بانک مرکزی تعیین کننده رسمیشونه، ولی پشت قضیه مجموعه حاکمیت نظام به بانک مرکزی دیکته میکنن که این نرخ اعلام بکنید و این چنین توضیح بکنید. ولی ببینید، این نکته اساسی که باز در اینجا باید روشن بشه اینه که صرف قیمت در هیچ جامعه تعیین کننده نیست. قیمت در برابر قدرت خرید است که بنا پیدا می کند. من در همین یکی دو هفته پیش دوباره سبدی از کالاهای ایران رو با همون سبد کالاها در انگلستان که یکی از گرانترین کشورهای دنیاست مقایسه کردم. در اینجا رقم مثلا قیمت گوشت قرمز، گوساله، ماهی، جوجه، تخم مرغ، شیر، پنیر، کره، برنج و این قبیل کالاها تقریبا همتراز با قیمت های ایرانه. در بعضی موارد 20% کمتر، در بعضی موارد 15% بیش گرونتر. در مجموع قابل مقایسه است به فروشگاه ایران با فروشگاه ایران با فروشگاه لندن. ولی بلازه بفرمید، درآمدی که رسما برای یک کارگر چند سال کار کرده در ایران تصیب شده بین 7 میلیون تا 8 میلیون نیمه در بودجه امسال. خب یک کارگر ساده فاقد مهارت که امروز شروع به کار کرده در انگلستان، حقوق ماهانش اگر زیر 10 پوند و 42 سنت باشد، کارفرما مقصر مجرم جریمه میشه و اگر جدیتر باشه حتی به زندان میتونه بره. یعنی یک کارگر در یک ساعت معادل 645000 تومان ایران حقوق میگیرد. در یک هفته حقوق یک کارگر ساده بدون تجربه معادل می شود و 25 میلیون و 840 هزار تومان. در یک ماه 110 میلیون و بیشتر حقوق این کارگره. این کارگر با این حقوق تخم مرغ رو می خره، نون رو می خره، برنج رو می خره. در این کارگر ساده می تواند با یک ساعت کار کرد، یک ساعت کار کردن در اینجا 2 کیلو گوشت قرمز بخره، 3 کیلو گوشت جوجه بخره، میتونه 6-7-8 بسته کیلوی نون بخره. در نتیجه قدرت خرید با قیمت ها معنی پیدا میکنند. آقایون اونجا میان مقایسه میکنن و میگوین که ما میخواییم قیمت بنزین رو بدل کنیم به قیمت فوب خلیج فارس، 90% فوب خلیج فارس. فوب یعنی فری آن بورد، قیمتی که روی عرشه کشتی داره. خب قیمت اونجا تقریبا 60-70 پنس سنت برای هر، ولی 60-70 سنت برای ایران چقدره؟ برای کارگر ایرانی، برای یک اروپایی، یک انگلیسی، این آدم میتواند با یک ساعت کار کردن 8 لیتر بنزین بخره. آیا کارگر ایرانی میتواند با یک ساعت کار کردن این مقدار بنزین رو بخره؟ قدرت خرید است که اونجا مدام آب میره و اونم به برکت اون تورمی که نقطه آغاز سوال شما بود، یعنی قدرت
پول ایران هر لحظه داره ذوب میشه و دلار به عنوان فقط یک شاخص عمل میکنه. چون دلار تنها نیست که بگیم در برابر دلاره. وقتی در برابر تولار پول ایران زمین میشینه، در برابر یورو نمیشینه، در برابر ین نمینشینه، در برابر حتی یوان یا هر پول دیگری یا هر کالای سرمایه دیگری، نظیر طلا، نظیر زمین، نظیر هر کالای سرمایه، در واقع اونا ترقی نمی کنند، بلکه این پول ایران است که هر روز قدرش از دست میده و پشتش اون حکمت و اون سلسله دیالی که عرض کردم دارن کار میکنه. آقای دکتر، افزون بر مالیاتی که شما فرمودین، دولت مستقیم میگیره از حقوق کارمندان، از درآمد بخش خصوصی، مغازه‌دار، کارخونه دار، هر چی. افزون بر این یک مالیات تورمی هم داریم. نمیدونم که آیا میشود در 2 دقیقه شما توضیح بفرمایید که این مالیات تورمی تیتروار چی هست که دولت در واقع درآمدش و بخشش از این مالیات تورمی توضیح فرمودین؟ بفرمایید، خواهش میکنم بیشتر. همون نکته‌ای که در پاسخ پرسش نخستتون عرض کردم، در واقع این مقوله مالیات تورمی است. مالیات تورمی این است که دولت تعهد میکند این مقدار پول بپردازه، هزینه کنه، و چون پول رو هر روز تضعیف میکند، ضعیفتر میکنه، قدرت خریدش رو کمتر میکنه، کمتر میپردازه. اون باقی درآمد دولت از رهگذر این تورم. یعنی دولت وقتی ایجاد کسری بودجه میکنه، این کسری بودجه رو از بانک مرکزی میگیره یا از بانک تجاری میگیره که منتقل میشود به بانک مرکزی، این مالیاتی است که از همه مردم گرفته میشه. عنایت بفرمایید، تفاوتش اینه جناب فرهادی گرامی، نکته مهمیه. ما برای مالیات گرفتن قانون داریم. قانون میگوید که از فلان فرد، از فلان گروه با این نسبت ها مالیات بگیرید، از فلانی 15%، فلانی 20%، فلانی 50% مالیات بگیرید. در مورد تورم اینطوری نیست. تورم حتی اون حاشیه نشین ابرقو رو هم میگیره بیان که حتی مشمول مالیات باشه. چون ببینید در هر نظام مالیاتی تا حد تا سقف معینی از مالیات معافند. شما اگر ماهانه مثلا $1,500 درآمد داشته باشید، مالیات نمیپردازید. در حالی تورم از فقیرترین مردم هم میگیرد همون مالیات رو، منتها از فقیران بیشتر میگیرد. چرا؟ برای اینکه تورم روی کالاهای اساسی بیشتره. وانگهی تورم برای خانواده فقیر روی کالاهای اساسی، چون غیر کالای اساسی رو مصرف نمی کنه. در نتیجه چون نون بیشتر گرون میشه، پنیر بیشتر گرون میشه، شیر بیشتر گرون میشه و اینا مصارف اساسی خانواده های فقیرن، خانواده فقیر بیشتر مالیات تورمی رو میپردازه. تورم مالیات تورمی مالیاتی است که بدون حضور قانون مالیات تحمیل می شود به تمام آحاد جامعه و بیشتر روی فقرای جامعه. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دکتر حسن منصور که امشب هم لطف کردید و در خدمتتون بودیم. سپاسگزارم. بریم پرده آخر. تو قرن 21 اول سال 2000، هزار یا 10,000 دانشمند حقوقدان دنیا از چین، از ژاپن، از مالزی و اندونزی، چند تا از آفریقا، خیلی از اروپا، از خاورمیانه، از آمریکا جمع شدن که دوباره بیان حقوق بشر رو تدوین کنن. سازمان ملل اینا رو دعوت کرد، 6 ماه جلسه شون طول کشید که اینا بیان حقوق اعلامی، حقوق بشر رو از اول تدوین کنن. چون اعلامی حقوق بشر مال 1945 میلادیه، فهم کهنه شده، یه چیزی نو بنویسیم. اینا 6 ماه جمع شدن دور هم دیگر، بعد به این نتیجه رسیدن که بالاترین منشور حقوق بشر نامه امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر. ای شب و روزگار خوش.